حسن عزیز، همگی خیلی خوش آمدید. من میبینم دوستای زیادی اینجا هستن. خدمتون بگم که دکتر عبدی جوادزاده در رشته جامعه شناسی در یکی از دانشگاه‌های آمریکا تدریس میکنن. ایشون مهمون ما همیشه بودن، راجع به مسائل خیلی مهمی برای ما صحبت کردن و برای اینکه با کار ایشون آشنا بشین میتونین به سایت گفتمان که در بالا گذاشتم مراجعه کنین، روی اسمشون کلیک کنین، اونجا مختصری راجع به تدریس در رشته‌ای که تدریس میکنن و مطالبی که منتشر کردن، کتاب ها و مقالاتی که دارن، رشتهشون راجع به کریمینال جاستیس هست، مجازات کیفری، عدالت کیفری. من همین الان وقت زیادی نمیخوام بگیرم. عبدی عزیز هفته گذشته اینجا مهمان ما بودن که فایلای صوتیش آماده هست. امروز در رابطه با سیاست‌های ترامپ و نژادپرستی صحبت می‌کنن. راجب سیاست‌های ترامپ و نژادپرستی صحبت می‌کنن. سخنرانی‌های قبلیشون درست شده که میتونین در سایت مراجعه کنین و مطالب دیگه ای که از در سایت میتونین مطالعه کنین. در ضمن سی که شما گفتین هم روی پی ام خودم گذاشتم، دوستان اگر نگاه کنن به پی ام من و همین که تو سایت گذاشتم میتونین توضیح بدین راجبش. بفرمایید عبدی جان، خیلی متشکرم. دوستان سلام، این الان دفعه دومه که من راجب این اصل رئیس جمهوری ترامپ دارم صحبت میکنم. امیدوارم که دوستانی که حداقل دوباره دارن به حرف من گوش میدن یه سری مطالب جدید رو بتونم عنوان کنم که خسته کننده نباشه. امروزم چون ما بحث جلسه قبل رو، یعنی میشه هفته پیش رو، به نظر من اون بخش حداقل نژادپرستی شو که چجوری رشد کرده تو آمریکا نتونستیم راجع بهش صحبت کنیم، من به پرواز گفتم که اگه میشه، البته با توافق بیشتر دوستان، اگه میشه ما سر این موضوع صحبت کنیم و ببینیم که آیا این نژادپرستی که اخیراً طبق چند تا از سازمان‌هایی که نژادپرستی رو و بالا پایین شدنش رو اندازه میگیرن مدام تو آمریکا، بسنجیم ببینیم که آیا این خاص ترامپه یا اینکه توی تاریخ آمریکا دلایل دیگه‌ای هم داشته. من برای اینکه شروع کنم بحثمو میخوام یه مختصری از یه تاریخی بگم، البته یه شاید 10 دقیقه یه رو، تاریخ نژادپرستی و تضاد داشتن با خارجی توی آمریکا و بعدش یه مقایسه‌ای بکنم، یه مقایسه کوچیکی بکنم با کشورهای اروپایی و نژادپرستی و بعد یه سری آمار بدم که نشون میده این آمار چجوری رشد کرده نژادپرستی تو آمریکا، نه از موقعی که ترامپ رئیس جمهور شد فقط، بلکه از اون هفته اولی که مشخص شد، یعنی هفته دوم نوامبر 2016 که مشخص شد که ترامپ رئیس جمهور شده، که این تغییرات به چه شکل بودن، آیا رشد بوده و یا رشد نبوده و دلایل مختلفی که یه همچین رشدی به وجود میاد تو سطح آمریکا چی بوده. اولین این نژادپرستی تو آمریکا به نظر من، حالا اون هر کسی نظرهای خودشو داره، بعضی معتقدن به مسئله مذهبیه، بعضی مسئله نژادیه، بعضی معتقدن مسئله علمیه، بعضی معتقدن فرهنگی و غیره، ولی من به نظر من نژادپرستی تو آمریکا همراه با مناسبات سرمایه‌داری رشد میکنه. یعنی سرمایه‌داری اجازه میده که اصلا این پدیده یه چیزی به اسم، یعنی این پدیده نژاد نه نژادپرستی، یه چیزی به اسم، یه چیزی به شکل علمی به خودش بگیره. علمی شدن این مسئله، یعنی بیشتر مردم دنیا هم اگه نگاه بکنین وقتی که نسبت به نژاد نظر میدن یا از کلمه های نژادی مثل سیاه و سفید و غیره استفاده میکنن، به عنوان یه مطلب علمی ازش استفاده میکنن، یعنی به این شکل که علم هم نشون داده که ما نژادهای مختلف هستیم. و
این نظر اشتباه است و همجوری که ما میدونیم به خصوص بعد از این پروژه‌ای که ما تونستیم یعنی به علوم طبیعی تونستن دی ان ای رو بشکافن و اون 3 میلیارد بافتش رو گیر بیارن، تونستن نشون بدن که اصلا همچین پدیده‌ای وجود نداره. یعنی شما نمیتونین دی ان ای یه نفر نگاه بکنین و بگین مثلا رنگ پوست این چیه و یه سری مثلا فکرای خاصی داره یا رفتارهای خاصی داره و غیره و غیره. بعضی وقتا حتی مثلا شما توی علوم طبیعی آمریکا اگه بخونین خیلی صحبت میکنن از به اصطلاح اینی که سیاها تو آمریکا مثلا کلسترولشون بالاست یا سیاها عرض قلبی بیشتری دارن غیر و غیره، و خب این رو به عنوان یک نژاد میگن. مثلا شما همین پدیده رو یعنی همین تحقیق رو بردارین ببرین اروپا یا ببرین آفریقا یا ببرین مثلا خاورمیانه یا خاور دور، ببینین که اصلا یه همچین چیزی دوباره خودشون نشون نمیده. در واقع من یه تحقیقی میخوندم یکی دو سال پیش که نشون میدادن سیاهای آمریکا با اینکه به اصطلاح از نظر نژادی کلسترولشون بالاست، وقتی مقایسه میشن با سفیدای اروپایی میبینن که کلسترولشون پایین‌تر هم هست. یعنی وقتی که از کشور به کشور از فرهنگ به فرهنگ مثلا نژاد حرکت میکنه، ببینید اون به اصطلاح اون زمینه علمی و اون پشتوانه علمی خودش رو از دست میده. اولین باری که به اصطلاح سیاه‌پوستا رو از آفریقا انگلیس کشور انگلیس آورد آمریکا برای اینکه به عنوان برده ازشون استفاده بکنه، اینجوری که تخمین میزنن تاریخ های مختلف گفته شده، ولی بیشتر اون چیزی که من خوندم که تخمین زده شده 1637 که اولین کشتی است که به اصطلاح به شکل منظم، ممکنه قبلش هم آورده باشن سیاهای آفریقا رو به آمریکا، ولی به این شکل منظم که یه جا نوشته شده باشه و مکتوب باشه کسی فعلا پیدا نکرده. میشه 1637. از 1637 تا 1865 که بردهداری توی آمریکا قدغن میشه، میشه این دورانی که برده توی آمریکا، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی هم بود ولی من دارم تاریخ آمریکای شمالیشو میگم، توی آمریکای شمالی بردهداری آزاد بود و نه تنها آزاد بود بلکه شیوه تولید اقتصادی بود، شیوه مناسبات تولیدی بود، اونا مناسبات بین مردم یعنی مردم سفید و سیاه و غیر و غیره رو تعیین میکرد. از 1637 تا 1865 خب مسائل مختلف یعنی نظرهای مختلف و ایدئولوژی‌های مختلف داده میشد که توجیه میکرد یا توضیح میداد که چرا سفیدا برترن و حقشون اینه که سیاهایی رو که از نظر نژادی تفکر و غیر و غیره پستر هستن و از نظر فیزیکی برتر هستن چجوری حقشونه که به عنوان برده ازشون استفاده کنن، به اون اشکال مختلفی که داری داشت، یعنی از بیرحم بودنش گرفته تا اینکه مثلا کشتن بی‌آباشون یا غذا ندادن بهشون یا تجاوز کردن بهشون و غیر و غیره، اینا همه تحت لوای چند مورد توجیه می شد. مورد اصلی یعنی اون نظر اصلی که استفاده می شد تو آمریکا برای اینکه بردهداری رو توجیه کنه و این تفاوت بین سیاه و سفید رو توجیه کنه در واقع انجیل بود. یعنی انجیل توش نمیدونم دوستان رفقا خوندن یا نظراتی راجع به انجیل خوندن یا نه، ولی انجیل توی خیلی موارد بردهداری رو تشویق میکنه، یعنی موردی با بردهداری نداره. و خب خیلی از گروه های مذهبی آمریکایی به خصوص پروتستان ها استفاده میکردن از انجیل برای اینکه توجیه کنن به اصطلاح بردهداری رو و استفاده نیروی کار از برده ها رو. شما اگه نگاه بکنین 4 تا شاخه اصلی مذهبی تو آمریکا اگه برگردین مطالعه کنین توی قرن 18 و 19 یعنی 1700 خورده ای و 1800 خورده ای، میبینین که 4 تا شاخه متدیست و بپتیست و پر
پروتستانیزم خیلی به شکل واضح توجیه میکردن بردهداری رو، و حتی وقتی که مردم توی کلیسا هم میشستن اون کشیشایی که صحبت میکردن از این نقطه نظر صحبت میکردن در رابطه با برده و بردهداری. این به شکل مذهبی خودش رو توجیه کرد برای سالهای سال، بعد به شکل فرهنگی خودش رو توجیه کرد، یعنی گفتن که خب سیاه ها که بی سوادن، سیاه ها که توانایی خوندن و نوشتن ندارن، بعد توجیه کردن که خب پسترن چون نمیتونن این کار بکنن. به شکل فرهنگی خودش رو توجیه کرد، مناسبات فرهنگی طوری بودش که سیاه ها یه جا بودن، سفید ها یه جا بودن و غیره و غیره، برده ها هیچ حقی نداشتن، حق رأی دادن نداشتن، حتی مدرسه رفتن نداشتن، یعنی شد فرهنگی. بعد وقتی که بردهداری به سر میرسه، یعنی از اون جنبشی که 1850 خورده ای توسط آدم هایی مثل جان براون و غیره، کسایی که معروف هستن میشناسن توی مبارزات ضد برده، از 1852 تا 1865 طول میشه که بالاخره لینکلن یا ابراهام لینکلن 16 رئیس جمهور آمریکا یه چیزی به اسم ایمانسیپیشن پروکلمیشن رو که میگه که سیاه ها از این به بعد آزادن و برده نیستن رو امضا میکنه، که از اون به بعد به اصطلاح بردهداری قدغن میشه و به اصطلاح سیاه ها توی آمریکا آزاد میشن. از 1865 اگه نگاه بکنین، یه توی دهه 1860 خورده ای یه جنبش به اصطلاح علمی بود تو آمریکا به اسم یوجنیک موومنت، که این یوجنیک موومنت علم اون دوران بود، چجوری مثلا شناختن انسان از رو دی ان ایش امروز علم دوران هستش. اون موقع یوجنیک موومنت یا اونایی که این کارو میکردن بهشون گفتن یوجنیسیست. یوجنیک موومنت یا جنبش یوجنیک علم دوران بود و توسط به اصطلاح علمی که اون موقع بود، و علمم این بود که اندازه مغز نشان دهنده تفکر عمیق‌تر یا متفکر بودنه، یعنی شما هرچی مغزت بزرگتر باشه متفکرتری، هرچی مغزت کوچکتر باشه خب پستر و احمقتر و قادر به فکر و اندیشه عمیق نیستی. بعدم اینا رو چجوری اندازه گیری میکردن؟ توی لابراتوارهاشون بود که لامبروسو یکی از این آدم ها هست که رجب مسائل جنایی و جرم هم مینوشت، و در واقع کسایی که مغزش کوچیکه دست به جرم و جنایت هم بیشتر میزنن، جمجمه های سیاه ها و سفید ها و غیره رو برمی داشت، فقط هم سیاه و سفید نبود، از هر جمجمه‌ای که میتونست گیر بیاره، مثلا از بومی های استرالیا، بومی های آمریکای جنوبی، سیاه های آمریکا، سفید های آمریکا، هر جمجمه‌ای رو که میتونست گیر بیاره با دونه های خردل پر میکردن جمجمه ها رو، و بعد خالی میکردن این دونه های خردل رو، میشمردن، از اون طریق پی میبردن که مثلا مغز کی کوچیکه، مغز کی بزرگه، و به اون شکل تعیین میکردن که کی از نظر ذهنی پستر و کی از نظر ذهنی برتره. بعضی از من دیدم توی موزه های تاریخی تو آمریکا، یکی دو تا شهر، من آخرین شهری که دیدم الان مطمئن نیستم یه همچین چیزی باشه، توی موزه طبیعی فیلادلفیا بود، که اگه برین نگاه کنین یا میرفتین نگاه میکردین میدیدین که یه خط مثلا این جمجمه ها به شکلی خط مورب، یعنی از پایین به بالا گذاشته شدن که آخرین، یعنی اون زیر اون بومی استرالیایی هستش و اون بالا اون روی رو مغز سفید انگلو ساکسونه، یعنی آدم هایی که از انگلیس و انگلو ساکسون هستن، انگلیس و اسکاتلند و غیره میان، اونا مغزشون بالاست، یعنی مغزای اونا بزرگه، تا این پایین که یه بار من صحبت کردم که اینو به عنوان اینچ مکعب اندازه می گرفتن و اون اینچ مکعب رو می نوشتن که چقدر مغزش اندازه داره و غیره، و اینطوری تعیین می کردن. بنابراین اول با مذهب شروع میشه، بعد میشه فرهنگ، بعد میشه علم،
بعد علم هم تا امروز، یعنی میشه مثلا 400 سال بعد، بعد از اینکه تقریبا 400 سال میشه، 380 سال بعد که هنوزم مثلا زیادی توی آمریکا مطرح میشه، خیلی هم معتقدن که این مسئله اصلا علمیه، این مسئله به مذهب کاری نداره، به فرهنگ هم کاری نداره و علمیه و سفیدا باید یه جا باشن چون تفکرشون بهتره، مغزهای بازتر دارن و غیره، سیاه ها باید یه جا دیگه باشن چون مثلا مرتکب بیشتر به جرم میشن و آدم های منحرفی هستن و غیره. تاریخ آمریکا هم و نگاهی که مردم آمریکا کلن، یعنی سیاه سفید قهوه‌ای هر کسی نسبت به مسئله نژاد داره، همیشه یکسان نبوده، همیشه به سمت رشد نبوده، همیشه به سمت مثلا بهتر شدن یا همیشه به سمت بدتر شدن نبوده، مثل هر پدیده اجتماعی دیگه این بالا پایینای خودشو داره. یعنی مثلا شما می‌بینید یه دورانی میشه که آمریکایی‌ها نسبت به خارجی‌ها خیلی مغزشون باز میشه، قوانین عوض میشه به سمت حقوق بیشتر برای مهاجرین و مثلا قبول تقاضای مهاجرین از دنیا که بیان به آمریکا، بعد یه دورانی میبینین که مغز آمریکا یا بسته میشه یا جنبش های ضد خارجی و ضد سیاه و ضد یهودی و غیره و غیره بیشتر میشه، بعضی وقتا کمتر میشه. این بالا پایین شدن ها اگر نگاه بکنین یه ربطی، حالا من نمیگم تماما، ولی یه ربطی به شرایط سیاسی اقتصادی و اقتصادی اجتماعی داره. یعنی اینی که چجوری مردم اون دوران دارن زندگی میکنن، وضعیت اقتصادی چجوریه، آزادی های دیگه توی جامعه چگونه هستش، توی جامعه آمریکا چگونه هستش، ایالتی یا حتی ملی، اینا همه خودش رو یه جایی نسبت به این نژاد پرستی و یا نژاد یا ضد نژاد پرستی خودش رو نشون میده. مثلا موقعی که یکی از مثال خوب تاریخی این پدیده اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 تو آمریکاست که از 1880 تا 1920، یعنی 40 سال، توی این 40 سال تا 1989-1990، یعنی از 1800 تا 1920 توی این 40 سال بیشترین موج مهاجر، اومدن مهاجر به آمریکا بوده که توی این 40 سال 42 میلیون آدم از به خصوص اروپای شمالی و مرکزی و جنوبی و غیره به آمریکا مهاجرت کردن. یه مقداریشون هم از آمریکای جنوبی، یه مقداری هم از آفریقا. این مهاجرها علارغم اون به اصطلاح مهاجرایی که به قول خود آمریکایی ها اولیا بودن، یعنی آلمانی یا انگلیسی بودن که 33% انگلیسی بودن، 37% آلمانی، یعنی سفید پروتستان بودن، این مهاجرای جدید، این 42 میلیون مهاجر جدید سفیدای پروتستان نبودن، سفیدای کاتولیک بودن، قهوه‌ای‌های کاتولیک بودن، قهوه‌ای‌های یهودی بودن، نمیدونم سیاهای آفریقا بودن، غیره و غیره. وقتی که این 42 میلیون آدم میان توی آمریکا توی اون دوران 40 سال، یعنی از 1800 تا 1920، ناگهان آمریکایی‌ها یا سفیدای آنگلوساکسون و به اصطلاح اون نژادی که بهش میگن نژاد نوردیک یا اروپای شمالی، ناگهان اینا متوجه میشن که این گروه سفیدشون داره از بین میره. این تفکر فقط مال از بین رفتن عددی، یعنی کمی اروپای شمالی نبود، بلکه اگه نگاه بکنین همون دورانه که یواش یواش داره وضعیت اقتصادی اروپا و آمریکا، به خصوص آمریکا که یه خورده قبل از اون اصطلاح دیپرشن بزرگ 1927-1929 بود، یه خورده قبل اونه، و نگاه بکنین ببینین شرایط اقتصادی ناگهان داره بدتر میشه و خارجی ها میان، بعضی از این خارجی هایی که دارن میان از نظر کاری خیلی مهارتشون بیشتره و
کارهای بهتری میکنن وقتی میرن تو کارخونه ها، اول اونا رو میگیرن و غیر و غیر، سازماندهی میکنن، اتحادیه ها رو تشکیل میدن و آدم های متفکرتر و خیلی کارسازتر و غیره بودن. آمریکای سفید شروع میکنن علیه این مسئله عکس العمل نشون دادن و شروع میکنن خارجی‌ها رو زدن و کشتن و غیره و غیره، تا اینکه 1924-1925 قانون میذارن علیه وارد شدن خارجی به آمریکا، و خارجی هم اسم اون قانونش هم بود Immigration Restriction Act، یعنی محدود کردن مهاجرت، قانون محدود کردن مهاجرت. ببینید چقدر جالبه که اینا برمیگردن میگن ما باید اون بافت اجتماعی نژادی آمریکا رو برگردونیم به همون دوران 1800. یعنی اگر مثلا 75% سفید داشتیم و 25% غیر سفید، ولی امروز مثلا 60% سفید داریم و 40% غیر سفید، ما باید انقدر جلوی خارجی ها رو بگیریم، و خارجی ها منظورشون غیر سفید پروتستان بود، انقدر جلوی اینا رو بگیریم تا اینکه کمتر بشن، از اون بر سفید ها بیشتر بشن و برگردیم به همون تناسب 1880، یعنی مثلا 75% به 25%. یعنی حتی قانون وضع میکنن برای اینکه جلوی این مهاجرت رو بگیرن. بعد حالا از 1920-25-30 که میشه بعد بین جنگ جهانی اول و دوم، که بعد جنگ جهانی دوم شروع میشه، 1940-41 شروع میشه تا 44-45 ادامه پیدا میکنه، این موج یه خورده کمتر میشه به خاطر جنگ و غیره، ولی دوباره از 45 بعد از جنگ جهانی دوم دوباره به سر میگیره، چون از اروپا خیلی داشتن میمدن اینجا. وقتی که اینم شروع میشه، یعنی این به سر گرفتن مهاجر به آمریکا دوباره شروع میشه، دوباره آمریکا میاد تو دهه 50 جلوی مهاجرت ها رو میگیره، به شکلی که حتی با اینکه به صلاح آمریکا ادعا داشت و هنوزم ادعا داره که بر رغم تاریخ واقعی که وجود داره که این ما بودیم که یهودی ها رو از دام نازی ها و فاشیست ها نجات دادیم، این همیشه هم تو فیلم هاشون اینو میبینین به دروغ و هم توی کتاب هاشون اینو میخونین به دروغ، ولی علا رغم اینکه دار داشتن، حتی وقتی که یهودی های اروپا که داشتن از دست هم جنگ جهانی در میرفتن هم از دست هیتلر در میرفتن که بیان آمریکا، کشتی های اینا رو بر میگردوند و میگفت ما برای شما جا نداریم و برشون میگردوند به حالا به کشورهای مختلف، نه فقط اروپا، که بعض وقتا میبردشون اوگاندا یا آرژانتین یا کشورهای مختلف توی دنیا، هر جا غیر از آمریکا. این علارغم این ادعاش. بعد ببینید دهه 60، اواخر دهه 50 دهه 60 یه شکوفایی اقتصادی تو آمریکا هست که دوباره درها باز میشه و مهاجر بیشتر میاد. این منظورم اینه که مدام این بالا پایین میشه، همین که تفکر مردم هم فرهنگ آمریکایی نسبت به اینکه مهاجر خوب است یا بد است، همش بستگی داره به یه سری شرایط اقتصادی اجتماعی که امروز با توجه به اینکه ترامپ میاد رئیس جمهور میشه زیاد فرقی نداره با اون دورانی که، یعنی این 200-300 سالی که الان داشتم میگفتم. بنابراین وقتی که ترامپ میاد با اون صحبتهایی که کرده و هنوزم میکنه، البته الان یه خورده عقب نشینی کرده، هنوز یه همچین حالتی هست که آمریکایی‌های سفید دلشون میخواد که کنترل کنن به اصطلاح رنگین پوست ها رو، و دلشون میخواد که به یه شکلی این مسئله کنترل بشه. و حالا من از این جنبش هایی که وجود دارن مثال خواهم زد، چه کسایی و چه گروه هایی هستن که الان خیلی خوشحال از اینکه ترامپ رئیس جمهور شده و معتقدن که باید برگرده به همون اون دورانی که خارجی ها نبودن، و خیلی هم معتقدن باید خارجی ها از آمریکا برن بیرون. یه چیز جالبی که هستش، حالا علارغم ادعاهایی که اوباما میکرد در رابطه با خارجی ها که ضد خارجی نیست و غیره و غیره، ولی اوباما از هر رئیس جمهور دیگه ای تو آمریکا
از توی قرن 20 و 21 بیشتر بیشتر خارجی از آمریکا بیرون گرد. یعنی من اینو چند دفعه گفتم توی همین صحبتی که اینجا ما میکنیم که یه چیزی حدود سالانه 400 هزار نفر رو از آمریکا بیرون مینداخت، یعنی برشون میگردون به کشورهای خودشون. و علارغم این مسئله میبینین خیلی از خارجی ها از اوباما طرفداری میکنن و خیلی از اونایی که میخوام بگم ضد خارجی هستن فکر میکردن که، یعنی به اشتباه فکر میکردن که اوباما به نفع خارجی ها کار میکنه و دوستدار خارجی هست و دلش میخواد که خارجی ها بیشتر بیان. در صورتی که اوباما هستن اصلا نه، هیچ وقت این بحث رو کرد و نه حتی تو عمل یه همچین چیزی رو نشون داد. به همین دلیل وقتی که ترامپ میاد سر کار، حالا با سفید پوست بودنش و پروتستان بودنش که گذشته از این دوتا مورد، ولی با نظرهایی که میده نسبت به خارجی ها خب نشون میده که ضد خارجیه و صحبتهای خیلی واضحی هم که میکنه نشون میده که ضد خارجیه و نشون میده که دلش میخواد خارجی ها رو کنترل کنه و با صحبتهایی که توی مسائل جنایی و قضایی میکنه میخواد سیاها رو کنترل کنه. حتی یه جنبش ضد مسلمونی هم درست شد به خاطر این صحبتهایی که ترامپ میکنه و الان اون جنبشی که به اصطلاح دوران اوباما یه خورده فروکش کرده بود، اون جنبش به اصطلاح سفید برتر و سفید تو آمریکا که این کشور ماست ما میخوایم دوباره بگیریمش، من سه تا پوستر فرستادم واسه پرواز که نمیدونم میتونین دوستان ببینین یا نه. این پوسترهایی است که این گروه امریکن رنسانس گذاشته توی وبسایتش که یه چند تا، یعنی 30 چند تا پوستره که میتونین ببینین، ولی من 3 تاشو فرستادم که اگه نگاه بکنین میبینین. بله تو سایت هستش، میبینین که نشون میده که سفیدا، یعنی بهشون میگه که از سفید بودن خودتون خجالت نکشین و این مثل اون بار عذاب وجدان سفیدی رو که به خشم رو سرکوب کردن برای سالهای سال بذارین کنار و مدعی بشین که سفید هستین و برگردین به اون چیزایی که مثلا اون مسائلی که بهش معتقد بودین و برگردین به مثلا اون دو اون آمریکایی که ما دوست داریم، یعنی همون شعاری که ترامپ میگه Make America Great Again، یعنی دوباره آمریکا رو بزرگش کنیم یا قدرتمندش کنیم. اینا یه جوری تغییر کردن که Make America White Again، یعنی دوباره آمریکا رو سفیدش کنیم. برای همین جوری نگاه کردن به بافت آمریکا، اگه شما نگاه بکنین توی به خصوص یه سری ایالت‌های نظر جغرافیایی جنوبی، نه نظر سیاسی جنوبی، چون ایالت‌های سیاسی جنوبی اقتصادی جنوبی یه سری ایالت‌های خاصی هستن که مثلا مثل تگزاس و اوکلاهوما و آلاباما و میسیسیپی و تنسی و ساوت کارولینا و نورث کارولینا اینا هستن، ولی ایالت‌های جغرافیایی جنوبی مثل نیو مکسیکو، کالیفرنیا و تگزاس و فلوریدا و لوئیزیانا و این آریزونا، این ایالت‌ها رو اگه نگاه بکنین یواش یواش جمعیت سیاه و قهوه‌ایش، یعنی غیر سفیدش، حالا این سیاه و قهوه‌ای میشن از سیاه‌های خود آمریکا، سیاه‌های جزایر کارائیب، سیاه‌های آفریقا، قهوه‌ای‌های خاورمیانه و من اینا رو، اینا رو من خودم این کلمه‌ها رو، یعنی بلک و براون رو از خودم نمیگم چون این الان چون این شکل گفته میشه، قهوه‌ای‌های خاورمیانه، قهوه‌ای‌های آمریکای جنوبی، قهوه‌ای‌های بعضی از کشورهای شاید اروپای شرقی و اروپای مرکزی و غیره رو، یا از قهوه‌ای‌هایی که از بعضی از کشورهای سابق شوروی میان رو، اینا رو همه رو میذارن اگه نگاه بکنیم میذارن توی همون گروه بندی. اینا دارن از نظر کمی، نه از نظر کیفی، یعنی نه از نظر قدرت سیاسی و اقتصادی، ولی از نظر کمی دارن بیشتر و بیشتر میشن. مثلا توی ایالت نیو مکسیکو،
خیلی از این شهرها سفیدا اقلیت هم. توی تگزاس چند تا شهر هستن که سفیدا همیشه اقلیت بودن. یه وقتی نگاه میکنین چند تا شهرهایی مثل دنور توی کالورادو که خیلی شمالتر از مثلا این ایالت جنوبی هستن که من اسم میبرم، میبینین توی حتی این شهرها هم یا شیکاگو بافت اجتماعی هی داره از نظر سیاه و قهوه‌ای بیشتر رشد میکنه، یا حالا سیاه و قهوه‌ای و غیر سفید رشد میکنه و داره به یه شکل دیگه در میاد، یعنی سفیدا دارن اقلیت میشن. من یه توضیحی هم اگه بخوام بدم، ببینید این نگاه کردن به رنگ پوست از دید نژاد و نه اینکه فقط حالا رنگ پوستی یکی فرق میکنه دیگه، فرق نداره که کی هست، از طریق نژاد به این نگاه کردن، یعنی خاورمیانه یا جزء سفیدا محسوب میشن از نظر قانونی، و یا مثلا بعضی از کسایی که از آمریکای جنوبی میان میتونن از نظر قانونی سفید محسوب بشن، چون همه ایالت ها اون مثلا اون گروه بندی اقلیت رو برای لاتینا ندارن. ولی وقتی که شما، یعنی اون کسی که نژاد پرسته، نگاه میکنه به طرف، میبینه اون قیافه سفید بور به اصطلاح آمریکایی رو نداره، اون براش ناراحت کننده است. نمیره مثلا ازش بپرسه آقا شما مثلا چه میدونم مال ایرانی، عراقی، سوریه‌ای. بعد خب آهان، اونایی که از خاورمیانه میان از نظر قانونی سفیدن، بنابراین ما به تو کاری نداریم. یعنی به این شکل فکر نمیکنن. یعنی به نظر من اینی که دارم میگم، قانون آمریکا با اینکه نمیخوام بگم جلوتره، ولی قانون آمریکا یه خورده دیدش نسبت به نژاد باز داره، ولی لزوما این نیستش که مردم سفیدی هم که ضد خارجی و سیاه و غیر و غیر هستن دیدشون باز داره. مثلا خاورمیانه ای، من این امری که برات گفتم، 1937 یه آدمی از سوریه یه جنایتی مرتکب شد توی آمریکا، فکر میکنم شهر نیویورک بود، یه جنایتی مرتکب شد که وکیلش اومد از این دفاع کنه، خواست به عنوان یه خارجی ازش دفاع کنه و مثلا بگه که این او اون قوانینی که ما میدونیم این نمیدونه و غیره. قاضی که داشت این اصلا این مورد رو قضاوت میکرد، گفتش کی گفته که این آدم خارجیه؟ این آدم اینجوری که من میبینمش خیلی هم سفیده. از اون موقع، یعنی 1937، خب این آدم مال سوریه بود، یعنی مال خاورمیانه بود، از اون دوران، یعنی از اون سال، به خاطر همین این یک مورد، خاورمیانه یا به عنوان سفید محسوب میشن توی قوانین. این مورد قانونیشه. ولی یه مسئله دیگه هم هست که من اینو بعضی وقتا سر کلاس توضیح میدم که البته شما فکر نکنم بتونید اینجایی بخونین، این نظر خود منه، یه خودم فلسفی مذهبیه این نظر، یعنی در رابطه با فلسفه و مذهبه، و اون اینه که اگر آمریکایی یا حالا هر کسی که مسیحیه بیاد بگه که ما مثلا خاورمیانه یا اقلیت هستن، یعنی سفید نیستن، وقت اون اتوماتیک عیسی، یعنی همون عیسی مسیح، اون آدمیه که مثلا توی ناصریه یا حالا مثلا هم هر جایی که هر کی معتقده به دنیا میاد رو هم میگن سفید نیست. برای اروپایی های سفید، به خصوص این گروه هایی که مثلا مسئله دارن با سفید بودن و مسیحیت، خب قبول کردن اینی که عیسی سفید نیست خب این مقدار مشکله. یعنی به این سادگی نمیشه، ما از دید اونا به این سادگی نمیشه از این گذشت که ما خب قبول میکنیم که عیسی سفید نیست، و اون براشون یه مسئله دیگه رو. پس همین این مورد خاورمیانه یا سفید بودن رو تا اونجایی که من میدونم هیچ کس دست نزده بهش، هیچ کس یعنی هیچ آدم، حتی آدم نجات پرستی هم بهش دست نزده که شما چرا میگین خاورمیانه یا سفیدن، چون طبق اون چیزی که ما میبینیم اولا اینا بیشترشون مسلمونن و قهوه‌ای‌ان و یه فرهنگ خارجی عجیب غریب و دیگه‌ای دارن و غیره و غیره، بنابراین اینا رو شما چجوری سفید محسوب میکنین؟ به نظر من دلیلش اینه که اینا
مسئله مذهبی یا عیسوی یا مشخصا خود عیسی رو دارن با این مورد، مثلا میرم خب به این مسئله دست نمیذارن. همونجوری که ما حداقل میدونیم خاورمیانه توش سفید سفید داره، یعنی مثلا بور و چش آبی داره و سیاه سیاه هم داره، مثلا کسایی که به نظر آمریکایی یعنی سیاه هستن، یعنی پوستشون سیاه تر از دیگرانه، وجود دارن. بنابراین یه مقدار خنده داره که هر کسی که از اون منطقه میاد بهش بگیم سفید. من خودم دوستای خاورمیانه سفیدی سیاهی دارم که مثلا مال نیجریه یا مثلا مال الجزایر، چون در نظر چیزی جغرافیایی این کشور شده، یا مثلا مراکش که نگاهشون میکنی، یا مصر که نگاهشون که میکنی، هر آمریکایی که نگاهش میکنه که خب این سیاهه، ولی وقتی که اپلیکیشن یا فرم پر میکنن میرسن سفید. بعد برای خودشون هم خنده داره که مثلا میگن ما سفیدیم، چون وقتی که ما تو خیابون را میریم اصلا کسی به عنوان سفید با ما برخورد نمیکنه. منظورم که این موارد که کی سیاهه کی سفیده تو قانون به یه شکله و توی فرهنگ و برای آدمایی که نژاد پرستن، یا حتی ممکنه بگیم آدمایی که لزوما نژاد پرست نیستن هم بازم به یه شکله. متاسفانه حالا که من دارم اینو میگم فقط یه گوشه ای از این اشاره کنم، متاسفانه من با در مقایسه با خیلی از ملیت های دیگه که باشون تماس داشتم، چون خب من هم این برانور زیاد بودم، همین که خب تو این شهری که هستم غیر سفید و غیر آمریکایی زیاده، ایرانی هایی که میبینم یه این هم کاری نداره که نظر سیاسیشون چیه، حتی موقعیت اجتماعیشون چیه، ایرانیایی که میبینم و صحبت میکنم باهاشون نسبت به این مسائل نژادی خیلی از دید سفید اروپایی به خودشون نگاه میکنن و اون مثلا اون درجه های نژاد پرستی توشون قویه. ولی خب اون یه مورد دیگه است که میامی، اون یه مورد دیگه است که خودش یه بحث دیگه داره، یعنی مسئله نژاد پرستی تو ایرانی هستن. بنابراین خب میرسم به اینجایی که داشتم میگفتم که این بافتی که توی آمریکا هست تو خیلی از ایالت‌ها از نظر کمی سفیدها رو برده توی اقلیت، و توی اون ایالت‌ها اگه نگاه بکنم، من آمارشو براتون میخونم، اتفاقا عکس العمل مردم توی این ایالت‌ها و این شهرهایی که سفیدها حس میکنن دارن اقلیت میشن، یعنی نظر دوباره دارم میگم نظر کمی نه نظر کیفی، یعنی قدرت سیاسیشون نه لزوما، بلکه بافت اجتماعی و تعدادشون، میبینین که عکس العمل ها بیشتره و مثلا خارجی ها رو و سیاه ها و قهوه ها و غیره، یعنی غیر آمریکایی سفید مسیحی رو بیشتر آزار اذیت میکنن یا میکشن یا جوری هر مسئله دیگه‌ای که بهش معتقدن، بعضیاشون سیاسی هم بعضیشون نظامی، ولی در حال هر چیزی که بهش معتقدن. پرواز جان اگر اجازه بدی من یه بریک خیلی کوتاه بگیرم، بعد ادامه بدم به صحبتم و سری مثلا زمینه‌های رشد نظرات ترامپ و سیاست ترامپ. حتما عبدی جان خسته نباشید، خیلی متشکرم. See us in the morning, come out of the shadow. Workers look a lot like me. Work in the back rooms, the kitchens and the laundries, the places you don't see. We do the work nobody wants to. They have a better place to be. Oh, you just want us hidden in the shadows, in the place you made for immigrants like me.
We need to make money to send home to our families. From our journeys, we've got debts to pay. So we work where we have to. We do what we need to make it. There is no other way. But we know just what you're doing. There is no mystery. No papers, no rules, and how you treat us. In the place you made for immigrants like me. Up there on your high horse, you call me illegal, but I have hurt no one. All of the venom say I should not be here, but then how would all this work get done? We do so much to make this country go, but our work you do not see. Oh, you just want a city in the shadows, in the place you made for immigrants like me. و بعد پژم و امیدوارم که سوالایی که میشه البته موضوع سر جای خودش بمونه و بتونیم موضوع رو حفظ کنیم و به یه جاهای دیگه کشیده نشه. میهنساز عزیز بفرمایید برای سوال، فکر کنم 2-3 دقیقه سوالتون رو مطرح کنین. عبدی جان میخواین 2 تا سوال رو با هم بشنوین یا یکی یکی؟
پس بعد از میهنساز عزیز که امیدوارم که سوالشون رو مطرح کنن دو سه دقیقه، بعد به پژم عزیز میکروفون رو میدیم. بفرمایید اگر صدای من رو داری میهنساز، بفرمایید. بله، سپاسگزارم. سپاسگزارم از این فرصتی رو که به من دادین. ببینید، خب در این مورد که در امریکا سابقه نجات پرستی بوده شکی درش نیست، اما آنچه را که ما شاهد هستیم در این سالهای اخیر، نمیدونم عامل تحریک کننده این تفاوت، شاید تفاوت زیادی داشته باشه با آنچه که در سالهای گذشته به ویژه پیش از سیویل وار در امریکا وجود داشته. برای نمونه، ما شاهد این هستیم که در سال 11 سپتامبر 2001 حمله میشه به اون ساختمان هایی که در نیویورک هستن، که حدود 3000 نفر میمیرن و حدود 6000 نفر زخمی میشن و هزینه مالی اون چیزی حدود 3 تریلیون دلار هست. اما پیش، درست حدود یه سال پس از این رخداد، ما میبینیم که در فرانسه در سال 2002 یک جنبشی شکل میگیره، جنبش به نام پن اروپایی، که این جنبش بعدن، که اینها جوانهای فرانسوی هستند که این جنبش رو درست میکنن و بعدن تبدیل میشن به گروه های مانند آلت رایت و گروه های مشابه این هستند. و بیشتر این البته نام این جنبش هست Identitarian Movement، جنبش، شاید بتونیم ترجمه بکنیم جنبش هویتی. و این جنبش و آنچرا که ما همین در انتخابات اخیر در فرانسه ما شاهدش بودیم، این خانم لوپن و همینطور در امریکا آقای ترامپ، این بیشتر بر چیز هویتی رو در بر میگیره، که این رو شما در کشورهای دیگه، حتی مانند روسیه، ناسیونالیسم روسی یا کشورهای دیگه، شما این ناسیونالیسم رو مشاهده میکنید. اگر ما بخوایم از این جنبش اینگونه برداشت بکنیم که اینها همون نجات پرستی های سالهای 1700 و 1800 و 1900 هست، من فکر کنم این میتونه ما رو به اشتباه بندازه، چون این شبیه این جنبش ما در ایران هم داریم، رنسانس ایرانی یا رستاخیز ایرانی یا همون شعارهایی که میگن ما آریایی هستیم، عرب نمیپرستیم. خب اگر اینطوری باشه، ببینید، اگر مردمانی نگران کشور خودشون هستن، مردمان نگران مردم خودشون هستن و میخوان اونها رو پروتکتشون بکنن، یا چی بگم، مراقبتشون بکنن که بهشون آسیب وارد نشه، همون کارهایی که، ببین، اینها یک جنگ بین ارزش هاست. ما نباید جنگ یا چیز که تهاجم بین ارزش ها وجود داره اون رو نجات پرستی نامره. غربی ها میگن که ما با ارزش ها، که من یک اونها ضد ارزش هستند، مانند قوانین شریع الله، اینا مخالفش هستند. ما اگر مخالفت با شریع الله رو بخوایم از اون به عنوان نجات پرستی نام بزنیم یا لیبل بزنیم، این میتونه ما رو به اشتباه بکشه. من بیش از این وقتی شما رو نمیگیرم، میکرو رها میکنم. بفرمایید. بسیار خب دوستان، بفرمایید پژم عزیز، شما هم صحبت کنید. عبدی عزیز، حقیقتا من گفتم سپاس میکنم از اینکه اومدید، اطلاعات خوبی در اختیار ما میگذارید، ولی واقعیت امر اینه که الان دوست آخری که اومد سوال کرد، این رنسانس ایرانی بود یا این سوال دقیقا یک نوع نجات پرستی ایرانی است. بعد برمیگردیم رو صحبت هایی که خود شما کردید عبدی عزیز. مواردی اگر در حافظتون الان هست از انجیل که میگوید به بردگاری را تشویق میکند، یه چند موارد بگویید. یک،
دو، روابط فئودالیست، رابطه روابط فئودالیست و بردهداری را هم یک مقداری توضیح بدین، چون معمولا بردهداری به خاطر فئودالیسم میاد. بعد سوال بعدی اینه که درست برعکس اینه، چرا در بعضی کشورها فئودالیست از مرحله فئودالیسم گذشتن ولی بردهداری نداشتن؟ مایکروسافت پرواز جان، من فقط یه خواهشی دارم دوستمون پژام، من اون سوال اولش رو نفهمیدم، بعدم گفتم چه مواردی، اگه ممکنه یه لحظه مایکو بهش بده سوال اولش رو دوباره مطرح کنه که من بفهمم چی شد، که بعد برمیگردم صحبت میکنم. مرسی. خب با اجازه پرواز من سوال مطرح میکنم. کاوه عزیز، شما مطرح کردید که در بخش هایی از انجیل بردهداری را تشویق میکنند. من میخواستم ببینم اگر در حافظتون الان هست یه بخش هایی را بگید یا یه گذری بکنید از این بخش ها. مایکروسافت فکر کنم فهمیدم دوستمون پژام چه سوالی کرد. حقیقتش میهنساز، دوستمون میهنساز، من این صحبت که شما کردین یه خورده چجوری بگم، یه خورده من خیلی دلم میخواد این بحث بشه، یعنی خیلی دلم میخواد این بحثی که آیا برای حمایت از هموطن و هم میهنان آدم باید یه همچین کارهایی رو بکنه درسته یا نه، امیدوارم این بحث بشه. فقط یه خورده یه پاسخ خیلی کوتاهی بهش میدم و فقط بگم که به نظر من چیزی به اسم هموطن وجود نداره، یعنی من این پدیده رو یه خورده باهاش مشکل دارم. حالا یه آدم اینی که میخواد هموطنش رو به اصطلاح آزار و اذیت کنه، یا این که میخواد هموطنش رو حمایت کنه، یا هر چیز دیگه ای، به خصوص تو این عصری که دنیا جهانی هستش، حالا الان بدتر از همه، ولی خب شما حتی 50 سال قبل هم بخواییم بگین، 60 سال قبل، 100 سال قبل هم بخواییم بگین، به نظر من این خطایی که بین کشورها کشیده شده و ما بهشون میگیم مرز، در واقع یه سری خطوط خیالی هستن، خیالی، حالا سیاسی هستن، منظورم نیستش که ما همجور خط کشیدیم، خطای سیاسی کشیده شده، ولی اینی که مثلا شما 80 میلیون، حالا دفعه پیشی که دوستان گفت ایران 120 میلیون جمعیت داره، ولی حالا هر چقدر مثلا 80-85 میلیون آدم هستین که تو ایران زندگی میکنین و ما اون کشوری رو که این خطوط دورش کشیده شده که بهش میگیم ایران و با هم یه سری منافع مشترک دارین و حتی همدیگه رو میشناسین و این همدیگه فکر میکنین غیر و غیره، در مقایسه مثلا با کشور بغل دستیتون به طرف غرب، ترکیه و عراق و غیره، و به طرف شرق مثلا افغانستان و پاکستان و غیره، و مثلا یه سری خطوط مشخص بین، یعنی این چیز خیالیه، یعنی ما اصلا یه همچین پدیده‌ای رو در واقعیت امر نداریم، ولی خب میتونیم پلو خودمون فرض کنیم که این یه همچین واقعیتی هست. حالا مثلا به خصوص که نه، حالا هر کشوری که شما میخوای بری برو، میبینی یه سری خطوط کشیده شده که میگی اون ورش اون آدمان، این ورش این آدمان، بعد اینا با هم اساسا فرق میکنن. این به نظر من خیالیه. من همیشه وقتی که رئیس جمهور آمریکا میگه God bless America، یعنی مثلا خدا چه میدونم آمریکا رو نگهداره، من سوال میکنم که مثلا این آمریکایی‌ها میشه، یعنی فقط خدا باید این 320 میلیون آدم رو نگه داره، ازشون مراقبت کنه، اونایی که اون ور خطن که کانادایی میشن ازشون نگهداری نکنه و مثلا آزار و اذیتشون کنه و بکششون، بعد اینایی که این ور خطن که میشه مکزیک مثلا اینا، یعنی یه چیز خیلی عجیب غریب، اگه بخوایم واقعا به این مسئله وطن پرستی و وطنی و میهنی اگه بخوایم فکر کنین، هم از نظر سیاسی، هم از نظر فرهنگی، هم از نظر مذهبی، هم از نظر اقتصادی، یعنی خیلی از این مسئله اصلا یه چیز قراقاتیه. من میدونم، یعنی اینی که دارم بهتون میگم فاکته، میدونم که تو خیلی از کشورهای آفریقایی و خیلی از کشورهای آمریکای جنوبی، به خصوص اون کشورهایی که آمازون بخشیش هست توی آمریکای جنوبی، مثل برزیل و پرو و بولیوی و غیره، بخشی از ونزوئلا، این قبایل
اون منطقه آمازون یا اون منطقه سرنگتی توی آفریقا، این قبایل بدون در نظر گرفتن مرزهای سیاسی که کشورهای جدید منظورم نسبت به فرهنگ این قبایل هستش در نظر گرفتن، هی میرن و میان. یعنی مثلا وقتی که بومیای بولیوی از بولیوی میان میرن توی پرو، یا مثلا از برزیل میان میرن توی پرو، اینا با همدیگه نمیان، مثلا پاسپورت ندارن که اجازه بگیرن برن تو پرو برگردن تو برزیل و غیره غیره، میرن و میان. دولت های اون منطقه هم هیچ کاری باهاشون ندارن، یعنی هیچی بهشون نمیگن. یعنی بنابراین واسه این گروه از آدم، مثلا شما اون قبایل آفریقای شمالی رو هم نگاه بکنین، توارگ و غیره، اینا میرن و میان توی کشورهایی که ما دورشون مرز کشیدیم. واقعا هموطنای اینا کیان؟ هموطنای اینا کسایی هستن که توی مثلا لیبیان یا توی الجزایرن یا توی یعنی این هموطناشون کی هستن؟ کلا این بحث خیلی خیلی پیچیده است، شاید بخوام بگم، و خیلی هم عمیقه و خیلی هم طولانی، ولی من خودم معتقد به همچین صحبتی نیستم که ما یه چیزی به اسم هموطن داریم. من حقیقتش رو بگم، دوستان رفقا، حالا ممکنه این مثلا شما بگید تو ضد ایرانی هستی، ولی من مثلا اگر السالوادور انقلاب کنه و مردمش آزاد شن، حالا یه دولتی بیاد که خوب باشه سر کار، و همون اندازه خوشحال میشم که مثلا ایرانی همچین چیزی بشه، یا عراق یه همچین چیزی بشه، یا مثلا یه کشور دیگه هم. یعنی برای من اصلا فرق نمیکنه، مثلا هموطنی یه خورده نمیخوام اینو بشه نمیخوام اصلا اینو به شکل بد مطرح کنم، هموطن و وطن و میهن و غیره یه خورده مال آیکاینه. یعنی اونایی که خورده فکر میکنن، فکر نمیکنن به این نتیجه گیری بتونن برسن. من اصلا منظورم شما نیستین دوستمون میهن ساز، این یه خورده مثل دیگه این به قول آمریکایی یا این قوطی کرمم باز شد، ولی یه چیزی مثلا خداست. دقیقا کی اینو نوشت؟ حتی خدا. دقیقا خدا هم یه خورده مال آیکیو پایینه. یعنی یه خورده اگه بخوایم فکر کنین، جدی باشین نسبت به مثلا اصلا این چیزا، یه خورده خنده داره من فکر میکنم. حالا این گذشته از این. دوستمون رفیقمون پژام، ببینید من فکر میکنم یه شاید من تو ذهنم یه چیزیه، شما تو ذهن یه چیزیه که با هم دیگه اگه بتونیم صحبت کنیم شاید بتونیم به یه نقطه مشترک برسیم. اون بردهداری که شما ازش صحبت میکنیم به عنوان مرحله‌ای از به اصطلاح رشد جامعه یا تغییر جامعه، یعنی تقریبا اون چیزی که مثلا مارکس میگه مثلا چیز گروه های اولیه، بعد میشه بردهداری، بعد میشه فئودالیسم، بعد میشه سرمایه‌داری تجاری صنعتی، بعد سوسیالیسم و کمونیسم و غیره. اون چیزی که شما در نظر داری، که خب من میدونم بحثتون چیه، میدونم اون چیه، حالا قبول دارم این مرحله بندی رو یا نه اون یه بحث دیگه است، ولی این چیزی که شما میگین فرای این بردهداری است که تو آمریکا اتفاق افتاد. بردهداری که تو آمریکا اتفاق افتاد، بردهداری دوران قبل از فئودالیسم نیست، بردهداری سرمایه‌داریه. یعنی ما چون به این میگیم بردهداری، اینمون بردهداری نیست که ما اون مال اون دوران مثلا 2000 سال پیش، 1500 بستگی به کدوم کشور برین، مال اون دوران، یعنی دوران قبل از فئودالیسم. این بردهداری سرمایه‌داریه و خیلی هم واضحه، چون سرمایه‌داری انگلیس اینا رو، این برده ها رو آورد، یعنی سیاه ها رو آورد آمریکا. و اگر هم نگاه بکنین، دلیل اصلی که انگلیس میشه اولین کشور به اصطلاح سرمایه‌داری صنعتی، دقیقا همین این سه تا عنصری بود که توی آمریکا، یعنی توی آمریکا تولید میشد، یعنی ایندیگو، تنباکو و کتون که حالا میشد پارچه. ولی غیر از اون که اگه یه همچین چیزی نبود که انگلیس هیچ وقت سرمایه‌داری صنعتی نمیشد. شاید ما اختلافمون سر اینه که منظورمون از بردهداری چیه. حالا امیدوارم که دوستمون پژام و همچنین میهنساز صحبت بیشتر بکنن راجع به این
به اصطلاح این سوالایی که کردن، خوشحال میشم. خب برمیگردم سر این به اصطلاح شرایطی که این شرایط اجتماعی که دست به دست هم دیگه داد و کمک کرد که ترامپ یکی این که سر کار بمونه و اینکه هم سر کار بیاد، یعنی بشه رئیس جمهور تو آمریکا. دوستان میهنساز هستن و بعد پژم، و امیدوارم که سوالایی که میشه البته موضوع سر جای خودش بمونه و بتونیم موضوع رو حفظ کنیم و به یه جاهای دیگه کشیده نشه. میهنساز عزیز بفرمایید برای سوال، فکر کنم 2-3 دقیقه سوالتون رو مطرح کنین. عبد جان میخواین دوتا سوال رو با هم بشنوین یا یکی یکی؟ پس بعد از میهنساز عزیز که امیدوارم که سوالشون رو مطرح کنن 2-3 دقیقه، بعد به پژم عزیز میکروفون رو میدیم. بفرمایید اگر صدای منو داری میهنساز، بفرمایید. بله سپاسگزارم. سپاسگزارم از این فرصت رو که به من دادین. ببینید خب در این مورد که در امریکا سابقه نجات پرستی بوده شکی درش نیست، اما آنچه را که ما شاهد هستیم در این سالهای اخیر، نمیدونم عامل تحریک کننده این تفاوت، شاید تفاوت زیادی داشته باشه با آنچه که در سالهای گذشته به ویژه پیش از سیویل وار در امریکا وجود داشته. برای نمونه ما شاهد این هستیم که در سال 11 سپتامبر 2001 حمله میشه به اون ساختمان هایی که در نیویورک هستن که 3000 حدود 3000 نفر میمیرن و حدود 6000 نفر زخمی میشن و هزینه مالی اون چیزی حدود 3 تریلیون دلار هست. اما پیش درست حدود یه سال پس از این رخداد ما میبینیم که در فرانسه در سال 2002 یک جنبشی شکل میگیره، جنبش به نام پن اروپایی، که این جنبش بعدن که اینها جوانهای فرانسوی هستند که این جنبش رو درست میکنن و بعدن تبدیل میشن به گروه های مانند آلت رایت و گروه های مشابه این هستند. و بیشتر این البته نام این جنبش هست Identitarian Movement، جنبش شاید بتونیم ترجمه بکنیم جنبش هویتی. و این جنبش و آنچه را که ما همین در انتخابات اخیر در فرانسه ما شاهدش بودیم، این خانم لوپن و همینطور در امریکا آقای ترامپ، این بیشتر بر چیز هویتی رو در بر میگیره که این رو شما در کشورهای دیگه حتی مانند روسیه، ناسیونالیسم روسی یا کشورهای دیگه، شما این ناسیونالیسم رو مشاهده میکنید. اگر ما بخوایم از این جنبش اینگونه برداشت بکنیم که اینها همون نجات پرستی های سالهای 1700 و 1800 و 1900 هست، من فکر کنم این میتونه ما رو به اشتباه بندازه، چون این شبیه این جنبش ما در ایران هم داریم، رنسانس ایرانی یا رستاخیز ایرانی یا همون شعارهایی که میگن ما آریایی هستیم، عرب نمیپرستیم. خب اگر اینطوری باشه، ببینید اگر مردمانی نگران کشور خودشون هستن، مردمانی نگران مردم خودشون هستن و میخوان اونها رو پروتکتشون بکنن یا چی بگم مراقبتشون بکنن که بهشون آسیب وارد نشه، همون کارهایی که ببین اینها یک جنگ بین ارزش هاست، ما نباید جنگ یا چیز که تهاجم بین ارزش ها وجود داره اون رو نجات پرستی نامره. غربی ها میگن که ما با ارزش ها که من یک اونها ضد ارزش هستند، مانند قوانین شریعه الله، اینا مخالفش هستند. ما اگر مخالفت با شریعه الله رو بخوایم از اون به عنوان نجات پرستی نام بزنیم یا لیبل بزنیم،
این میتونه ما رو به اشتباه بکشه. من بیش از این وقت شما رو نمیگیرم، میک رو رها میکنم. بفرمایید. بسیار خب دوستان، بفرمایید پیجام عزیز، شما هم صحبت کنید. عبدی عزیز، حقیقتا من گفتم سپاس میکنم از اینکه اومدید اطلاعات خوبی در اختیار ما میگذارید، ولی واقعیت امر اینه که الان دوست آخری که اومد سوال کرد، این رنسانس ایرانی بود یا این سوال دقیقا یک نوع نجات پرستی ایرانی است. بعد برمیگردیم روی صحبتایی که خود شما کردید عبدی عزیز. مواردی اگر در حافظتون الان هست از انجیل که میگوید به بردگاری را تشویق میکند، یه چند موارد بگویید. یک. دو، رابطه فئودالیسم و بردگاری را هم یک مقداری توضیح بدید، چون معمولا بردگاری به خاطر فئودالیسم میمده. بعد سوال بعدی اینه که درست برعکس اینه، چرا در بعضی کشورها فئودالیسم از مرحله فئودالیسم گذشتن ولی بردگاری نداشتن؟ مایکروسافت. فرواز جان، من فقط یه خواهشی دارم. دوستمون پژام، من اون سوال اولش رو نفهمیدم، بعدم گفتم چه مواردی، اگه ممکنه یه لحظه مایکو بهش بده سوال اولش رو دوباره مطرح کنه که من بفهمم چی شد، که بعد برمیگردم صحبت میکنم. مرسی. خیلی خوب، با اجازه فرواز من سوال رو مطرح میکنم. کاوه عزیز، شما مطرح کردید که در بخشهایی از انجیل بردهداری را تشویق میکند. من میخواستم ببینم اگر در حافظتون الان هست یه بخشهایی را بگید یا یه گذری بکنید از این بخش ها. مایکروسافت. فکر کنم فهمیدم دوستمون پژام چه سوالی کرد. حقیقتش میهنساز، دوستمون میهنساز، من این صحبت که شما کردین یه خورده چجوری بگم، یه خورده من خیلی دلم میخواد این بحث بشه، یعنی خیلی دلم میخواد این بحثی که آیا برای حمایت از هموطن و هم میهنان آدم باید یه همچین کارهایی رو بکنه درسته یا نه، امیدوارم این بحث بشه. فقط یه خورده یه پاسخ خیلی کوتاهی بهش میدم و فقط بگم که به نظر من چیزی به اسم هموطن وجود نداره. یعنی من این حدیده رو یه خورده باش مشکل دارم. حالا یه آدم اینی که میخواد هموطنش رو به اصطلاح آزار و اذیت کنه، یا اینکه میخواد هموطنش رو حمایت کنه، یا هر چیز دیگه ای، به خصوص توی این عصری که دنیا جهانی هستش، حالا الان بدتر از همه، ولی خب شما حتی 50 سال قبل هم بخواییم بگین، 60 سال قبل، 100 سال قبل هم بخواییم بگین، به نظر من این خطایی که بین کشورها کشیده شده و ما بهشون میگیم مرز، در واقع یه سری خطوط خیالی هستن. خیالی حالا سیاسی هستن، منظورم نیستش که ما همجور برشیم خط کشیدیم، خطای سیاسی کشیده شده. ولی اینی که مثلا شما 80 میلیون، حالا دفعه پیشی که دوستان گفت ایران 120 میلیون جمعیت داره، ولی حالا هر چقدر مثلا 80-85 میلیون آدم هستین که تو ایران زندگی میکنین و ما اون کشوری رو که این خطوط دورش کشیده شده که بهش میگیم ایران و با هم یه سری منافع مشترک دارین و حتی همدیگه رو میشناسین و این همدیگه فکر میکنین غیره و غیره، در مقایسه مثلا با کشور بغل دستیتون به طرف غرب، ترکیه و عراق و غیره، و به طرف شرق مثلا افغانستان و پاکستان و غیره، و مثلا یه سری خطوط مشخص بین، یعنی این چیز خیالیه. ما اصلا یه همچین پدیده‌ای رو در واقعیت امر نداریم، ولی خب میتونیم پلو خودمون فرض کنیم که این همچین واقعیتی هست. حالا مثلا به خصوص که نه، حالا هر کشوری که شما میخوای بری برو، میبینی یه سری خطوط کشیده شده که میگی اون ورش اون آدمان، این ورش این آدمان، بعد اینا با هم اساسا فرق میکنن. این به نظر من خیالیه. من همیشه وقتی که رئیس جمهور آمریکا میگه God bless America، یعنی مثلا خدا چمیدونم آمریکا رو نگه داره، من سوال میکنم که مثلا این آمریکایی‌ها میشه، یعنی فقط خدا باید این 320 میلیون آدم رو نگه داره، ازشون مراقبت کنه، اونایی که اونور خطن که کانادایی میشن
ازشون نگهداری نکنه و مثلا آزار و اذیتشون کنه و بکششون. بعد اینایی که این ور خطن که میشه مکزیک مثلا اینا، یعنی یه چیز خیلی عجیب غریب اگه بخوایم واقعا به این مسئله وطن پرستی و وطنی و میهنی اگه بخوایم فکر کنین، هم از نظر سیاسی، هم از نظر فرهنگی، هم از نظر مذهبی، هم از نظر اقتصادی، یعنی خیلی از این مسئله اصلا یه چیز قراقاتیه. من میدونم، یعنی اینی که دارم بهتون میگم فاکته، میدونم که تو خیلی از کشورهای آفریقایی و خیلی از کشورهای آمریکای جنوبی، به خصوص اون کشورهایی که آمازون بخشیش هست توی آمریکای جنوبی، مثل برزیل و پرو و بولیوی و غیره، بخشی از ونزوئلا، این قبایل اون منطقه آمازون یا اون منطقه سرنگتی توی آفریقا، این قبایل بدون در نظر گرفتن مرزهای سیاسی که کشورهای جدید منظورم نسبت به فرهنگ این قبایل هستش، در نظر گرفتن هی میرن و میان. یعنی مثلا وقتی که بومیای بولیوی از بولیوی میان میرن توی پرو، یا مثلا از برزیل میان میرن توی پرو، اینا با همدیگه نمیان، مثلا پاسپورت ندارن که اجازه بگیرن برن تو پرو، برگردن تو برزیل و غیره غیره، میرن و میان. دولت‌های اون منطقه هم هیچ کاری باهاشون ندارن، یعنی هیچی بهشون نمیگن. یعنی بنابراین واسه این گروه از آدم، مثلا شما اون قبایل آفریقای شمالی رو هم نگاه بکنین، توارگ و غیره، اینا میرن و میان توی کشورهایی که ما دورشون مرز کشیدیم. واقعا هموطنای اینا کیان؟ هموطنای اینا کسایی هستن که توی مثلا لیبیان یا توی الجزایرن یا توی یعنی این هموطناشون کی هستن؟ کلا این بحث خیلی خیلی پیچیده است، شاید بخوام بگم، و خیلی هم عمیقه و خیلی هم طولانی، ولی من خودم معتقد به همچین صحبتی نیستم که ما یه چیزی به اسم هموطن داریم. من حقیقتشو بگم دوستان رفقا، حالا ممکنه این مثلا شما بگید تو ضد ایرانی هستی، ولی من مثلا اگر السالوادور انقلاب کنه و مردمش آزاد شن، حالا یه دولتی بیاد که خوب باشه سر کار، و همون اندازه خوشحال میشم که مثلا ایران یه همچین چیزی بشه، یا عراق یه همچین چیزی بشه، یا مثلا یه کشور دیگه هم. یعنی برای من اصلا فرق نمیکنه، مثلا هموطنی یه خورده نمیخوام اینو بشه نمیخوام اصلا اینو به شکل بد مطرح کنم، هموطن و وطن و میهن و غیره یه خورده مال آیکیونه، یعنی اونایی که خود فکر میکنن فکر نمیکنن به این نتیجه گیری بتونن برسن. من اصلا منظورم شما نیستین دوستمون میهن ساز، این یه خورده مثل دیگه این به قول آمریکایی یا این قوطی کرمم باز شد، ولی یه چیزی مثلا خداست. دقیقاً کی اینو نوشت؟ حتی خدا، دقیقاً خدا هم یه خورده مال آی کیو پایینه، یعنی یه خورده اگه بخوایم فکر کنین، جدی باشین نسبت به مثلا این چیزا، یه خورده خنده داره من فکر میکنم. حالا این گذشته از این. دوستمون رفیقمون پژام، ببینید من فکر میکنم یه شاید من تو ذهنم یه چیزیه، شما تو ذهن یه چیزیه که با هم دیگه اگه بتونیم صحبت کنیم شاید بتونیم به یه نقطه مشترک برسیم. اون بردهداری که شما ازش صحبت میکنیم به عنوان مرحله‌ای از به اصطلاح رشد جامعه یا تغییر جامعه، یعنی تقریبا اون چیزی که مثلا مارکس میگه مثلا چیز گروه‌های اولیه، بعد میشه بردهداری، بعد میشه فئودالیسم، بعد میشه سرمایه‌داری، اینا سرمایه‌داری تجاری صنعتی، بعد سوسیالیسم و کمونیسم و غیره، اون چیزی که شما در نظر داری که خب من میدونم بحثتون چیه، میدونم اون چیه، حالا قبول دارم این مرحله بندی رو یا نه اون یه بحث دیگه است، ولی این چیزی که شما میگین فرای این بردهداری است که تو آمریکا اتفاق افتاد. بردهداری که تو آمریکا اتفاق افتاد، بردهداری دوران قبل از فئودالیسم نیست، بردهداری سرمایه‌داریه. یعنی ما چون به این میگیم بردهداری، اینمون بردهداری نیست که ما اون مال اون دورانه مثلا 2000 سال پیش 1500 بسیگیره به کدوم کشور برین، مال اون دوران، یعنی دوران قبل از فئودالیسم، این بردهداری سرمایه‌داریه و خیلی هم واضحه، چون سرمایه‌داری انگلیس اینا رو، این برده‌ها رو آورد، یعنی سیاه رو آورد آمریکا. و اگر هم نگاه بکنین، دلیل اصلی که
انگلیس میشه اولین کشور به اصطلاح سرمایه‌داری صنعتی. دقیقا همین این سه تا عنصری بود که توی آمریکا، یعنی توی آمریکا تولید میشد، یعنی ایندیگو، تنباکو و کتون که حالا میشد پارچه. ولی غیر از اون که اگه یه همچین چیزی نبود که انگلیس هیچ وقت سرمایه‌داری صنعتی نمیشد. شاید ما اختلافمون سر اینه که منظورمون از بردهداری چیه. حالا امیدوارم که دوستمون پژان و همچنین میهنساز صحبت بیشتر بکنن راجع به این به اصطلاح این سوالایی که کردن. خوشحال میشم. خب برمیگردم سر این به اصطلاح شرایطی که این شرایط اجتماعی که دست به دست هم دیگه داد و کمک کرد که ترامپ یکی اینکه سر کار بمونه و اینکه هم سر کار بیاد، یعنی بشه رئیس جمهور تو آمریکا.